بهاریه گفتگوهای نوروزی با هنرمندان مقاومت بهار در آینه هنرها جلوه های چشمگیر و درخشانی داره بهار در نقاشی به تابلوهای رنگارنگ و چشم نواز تبدیل میشه در شعر به زیباترین بهاریه ها تبدیل میشه و در موسیقی سرچشمه سمفونی ها و آثار باشکوه و موسیقیایی میشه در این قسمت از ویژه برنامه های نوروزی سیمای آزادی در خدمت استاد محمد شمس هستیم تا از موسیقی بهار و از بهاران آزادی ایران بگیم و بشنویم خیلی خوش اومدید به برنامه ما استاد شمس با سپاس از شما از ادب خدمت شما همیهنان عزیزم در سراسر ایران و جهان به نام عشق و صفا و صمیمیت و شادی و مهربانی و معرفت که در درون یکایک که همیهنانه عزیزم وجود داره و اونا رو شیخ و شاه خواستن ازشون بگیرن باید شاد باشی خودم و خدمت همیهنان عزیزم اعلام بدارم و نوروز باستانی رو به شما همیهنان عزیزم شاد باش بگم خیلی مفتخرم که همچین موقعیتی به من داده شده که در خدمت شما و همیهنان عزیزم باشم شاد باش میگویم به تمام رزبندگان درون ایران رزبندگانی که با تمام قدرت و توانشون دارن هر آنچه از دستشون برمیاد برای آزادی میهن و مردمشون انجام بدن باعث سرفرازی منه که بتونم هر آنچه از دستم برمیاد برای شاد نگه داشتن زندگی دوباره برای مردم ایران مردم قمزده ایران که الان من میدونم در چه شرایطی هستند، بتونیم حداقل با اونا خودمون رو هماهنگ بکنیم ولی یادتون نر ما باید شاد باشیم ما نوروز باستانی رو داریم ما هممون دارای فرهنگ بسیار بسیار غنی هستیم که آخوندا حتی یک ذره شو در وجودشون ندارن و این باعث سرفرازی ملت ایرانه ما باید یادمون نره که چه پشوانه فرهنگی سیاسی و اجتماعی و به لحاظ زندگی که میتونیم داشته باشیم یک زندگی بسیار ارزشمندی داشته باشیم که به زودی اونو خواهیم به دست آورد اونم با قدرت خودمون با توان خودمون به پشوانه خودمون میهنمون رو آزاد خواهیم کرد فراموش نکنیم مایم ما که میتونیم دست به دست هم بدیم و اون مملکت رو باز پر از شادی، برکت، نعمت و پر از زندگی کنیم. زنده باشید استاد شمس. فکر می کنم که در اولین صحبتاتون در آغاز سال جدید همه حرف رو در همون ابتدا زدید و ما هم در همه آرزوهایی که شما برای سال آینده کردید سهیم هستیم. برای سالی که در پیش رو هست اما در این فرصت اجازه بدین قبل از اینکه بپردازیم به سالی که پیش رومون هست و از وظایفی که درقبال اون داریم و مسئولیت‌ها و آرزوها یک نگاهی هم داشته باشیم به سال گذشته آیشم سال 1402 برای شما سال پرکاری بود از جمله اثر درخشان طوفان پیروزی رو ساختید که خیلی چشمگیر و موثر و به قول خیلی قوی بود هم از بابت هنری هم از بابت پیامی که به مخاطب منتقل میکرد برامون از این اثر بگید چه تأثیری بر روی خود شما داشت چگونه این اثر رو ساختید چه روندی طی شد تا اینکه این اثر خلق شد کمی در رابطه با اون برامون توضیح بدید بله با کمال افتخار باید ارز کنم که این اثر یک اثر به تمام معنا ملی میهنی و اجتماعی سیاسی بود که ادلاز فرهنگی و هنری هم جایگاه خاص خودش رو داشت. باید من یادآوری کنم که این اثر زمانی که میخواست شکل بگیره به صورت گروهی و با کمک دیگر دوستان عزیز و هنرمند که در کار بودن تونستیم این اثر رو به وجود بیاریم و من از همین جا ازشون سپاس گذاری میکنم از افرادی که خیلی توان گذاشتن برای به وجود اومدن این اثر و ناگفته نماند موقعی که ما داشتیم این اثر رو به اصطلاح به وجود می آوردیم اولین چیزی که به نظر من خیلی خیلی تونست خودش رو نشون بده و عرضه کنه در ذهن من پیروزی مردم ایران و مقاومتش بود باورم نمیشد که اون لحظه با تمام وجودم داشتم حس میکردم که یک سونامی از مردم ایران به وجود اومد برای اینکه مملکت ها آزاد کنند به کمک این مقاومت سرفراز و اون روز من دیدم به چشمان خودم دیدم و از همونجا موتیو آغاز شد موتیو منظورم ملودی اصلیه. قبلش یک ملودی من درست کرده بودم برای شروع اوورتور یا پیشتر آمد که این خودشون نمیتونست اونطوری که باید و شاید در تصویر من جای بده که اون قدرت رو نشون بده قدرت چی و توان مردم با تمام قدرت از حیثیت ملی و میهنیشون دفاع میکنن مملکت رو آزاد میخوان میکنم و اون صحنه رو من به چشم دیدم و با تمام وجودم و سلولها و مولکولای بدنم حس کردم و اون اوورتور رو به وجود آوردم اوورتوری که پر از قدرت صلابت و ملی میهنی بودن خودش رو نشون بده که بتونه مردم ایران رو نمایندگی کنه این بود که هر آنچه از دستم برمیومد برای اوورتور انجام دادم بعد از اون برای اینکه هر لحظه از معمولا به این صورته به این شکله که کسی که پدیدآورنده است و اثر رو خلق میکنه قبلش باید حتما ایمیج یا تصاویری داشته باشه از در ذهنش که میخواد چی بسازه و چی رو عنوان کنه و این خیلی مهمه که شما مثل یک موسیقی فیلم بتونین موسیقی رو در حکم یک ترانه یا یک اثر چند مووانی یا چند قسمتی ارائه بدید. مهم همین بود. برای اولین بار یک اثری داشت ساخته میشد که در چند پرده از شروع تا پایان این اثر که نشون داده میشه که مردم ایران در صحنه هستند، مبارزه میکنن و از هیچ مسئله رویگردان نیستند بجز جز اینکه به هدفشون که آزادی میهن و رسیدن به پیروزی و آزادی هست به اون فکر میکنن و عمل میکنن و من اینا رو با گوشت و پوست و سخونم حس میکردم و به می میرفتیم چیزی که خیلی منو مشغول خودش میکرد این بود که همه اون حسا و میمیکای صورتی که قرار اصطلاح بازیگران صحنه که هم خوانندگان هستند به عبارتی هم خوانندگی کردن و هم میتونستن خودشونو با مردم یکی بکنن یعنی تصاویری که از سر و صورت و بازیگریشون میبارید باید این حس و خون به خون منتقل میکردن به شنونده و بیننده شون. و این خیلی قابل توجه بود که من تو صحنه شاهدش بودم در اصل ما کاری رو میخواستیم بکنیم که تا حالا نشده بود و کاری که میتونست به جهانیان مسج یا پیام بسیار مهم ملی مهنی ما رو بده که در آینده هیچ چیزی جز خوشبختی جز سعادت جز رفاه و آرامش و زندگی واقعی برای مردم ایران نباید وجود داشته باشه و هر آنچه که باید از همی الان به وجود بیاد ما پیشا پیش به عنوان پیشتاز آزادی برای مردم ایران در این اثر گفتیم و امیدوارم هر چه زودتر البته اینجا توصیه میکنم و خواهشمندم کسانی که این اثر رو گوش نکردن یا ندیدن برن حتما اثر طوفان پیروزی رو ببینن و بعد متوجه خواهند شد که من راجع به چه اثری دارم صحبت بنابراین با تمام خوبی ها با تمام عشق و علاقه ای که مردم ایران ملت بزرگوار ایران برای ارزش های ملی خودشون در سال جدید بهش عشق میورزند و پایبندش هستند همانا آزادی میهنمون هست که به کمک فرزندان رشید این میهن میتونن هرچه زودتر به آزادی برسن و در کنار مقاومت سفرادشون هر آنچه هست به دست بیاورن استاد شمس خیلی خیلی جالب در رابطه با این اثر شما صحبت کردید و مهمتر از همه احساسات خودتون برای این هدفی که این اثر رو خلق کرد و در واقع انرژی بود که در این اثر گذاشتید من خیلی دقت کردم شما در توضیح این اثر بارها و بارها به آزادی و پیروزی و سعادت مردم ایران اشاره کردید و این خیلی برای من جالب و همچنین آموزنده بود به عنوان یک هنرمند شما به این میزان متحد هستید توجه دارید و در راستای اون تلاش میکنید حتی در آثارتون هم تلاش میکنید هر چقدر که میتونید با توجه به تجربه ای که دارید این موضوع رو برجسته کنید و از اون طرف هم تعهد خودتون به این هدف رو نشون میده که بسیار مثال زدنی و درس آموز هستش اما سوالی هم دارم در رابطه با آینده برای سال آینده چه پروژه هایی در دست دارید؟ در البته من قبول دارم که این سوال در ابتدای سال کمی جواب دادن بهش سخت به خصوص از شما که پروژه ها و آثار پیروزی رو همونطور که الان گفتید مثل طوفان پیروزی خلق میکنید اگر بتونید تا اونجایی که میشه کمی برای بینندگانمون هم توضیح بدید که چه در پیش داریم بسیار ممنون میشم اگه اینم سوال جواب بدین بله با کمال میل شما همینطور که آگاه هستید به عنوان مسئله پیشتاز کسانی که در راه و روشی که دارن همیشه جلوتر از مردمشون میتونن حرکت کنن و راهها و تمام ارزش ها رو میتونن به اصطلاح نشون بدن به دیگران و راه صحیح رو یادآور بشن من فکر میکنم که در چشمانداز خیلی راه روشنه ببینید خود جمهوری اسلامی به معنای واقعی یک حکومت ضد ارزش و ضد هنره چطور میاد خودشو وقف هنری میکنه که بهش معتقد نیست چون اصلا خاصیت عمل کردش این نیست خودش از روز اول گفته با هر نوع هنری مخالفه ضد هنره ولی لابیاش در خارج از کشور میان هر کاری دلشون میخواد انجام میدن به نام جمهوری نکبتبار اسلامی که همچین چیزی رو ما باید اول بفهمیم درک کنیم در چه موقعیتی هستیم ما خودمون به صفت مقامت ایران مقامت ملی ایران و عرضش هایی که برای مردمون قائل هستیم اونها رو باید ارزیابی بکنیم و بعد بریم سر اینکه ما چه کار باید بکنیم در آینده ای که برای مردم میتونه هم رضایت بخش باشه و هم باعث پیشرفت مملکتمون و هنرمون بشه این مهمه و این اصل رو ما در نظر گرفتیم در نظر می گیریم که در فردای ایران ایران آزاد و بدون قلقش و ارزش های واقعی که امروزه زده ارزش شده به اونا برگردیم و مردم بتونن از موسیقی خوب، هنر خوب و بالنده استفاده بکنن در همین راستا من خودم آماده کردم که چندین اثر مختلف چه به صورت ارکسترال یا موسیق، موسیقی بدون کلام و چه به صورت با کلام یا صداهای مختلفی که وجود داره با عرضش های بسیار خوب و کمیاب بتونیم آثار ارزنده یا ارائه بدیم که حداقل برای آیندگان در این راه بخصوص جوانایی که جلوشون گرفته شده و این نظام نذاشته اونا هر آنچه در حس و توانشون هست ارائه بدن در آینده ایران ایران آزاد حتما میسر خواهد شد و به واقعیت خواهد پیوست من چندین اثر مختلف دارم برای تکسازی و ارکست که اونا رو دارم آماده میکنم آثار جدید دارم که برای حفظ یک پارچه شدن ملت ایران برای قیام ملیمون و در نهایت انقلاب نوین مردم ایران در دست اجرا هست و به زودی انشالله اون آثار به گوش همیهنان عزیزم خواهد رسید ما هم بسیار مشتاقیم که هرچه زودتر این آثار رو بشنویم از شما و همونطور که الان هم گفتید ازش تاثیر بپذیریم انرژی که میده به همه مشتاقان آزادی ایران این آثار هنری تا اینکه این مسیر رو به انتها برسونن اما یک سوال دیگه آقای شمس اونم این که در این سالها ما خیلی دیدیم که چه در حکومت قبلی در حکومت شاه و حالا هم در حکومت آخوندها همه سرمایه های ایران رو اونها به کار گرفتن تا در واقع با سانسور و سرکوب مانه از شکوفایی استعدادهای واقعی و ذاتی مردمون بشن استعدادهایی که واقعا هیچ منابعی برای ای که اونها بتونن جلوگر باشن بتونن رشد بکنن براشون وجود نداره در همین حاکمیت این استعدادها سرکوب شدن استعدادهایی که پرپر پر شدن خلاصه کم نبودن در طول این چند دهه متاسفانه اما با همه این سرکوبی ها با همه این هنرکشی ها که ما دیدیم شما به عنوان یک هنرمند به عنوان کسی که زندگی رو در این راه گذاشته اونم نه هر نوع هنری هنر توان با مقاومت هنر همراه بودن با مردم هنر صدای مردم بودن آینده موسیقی ایران و هنر در ایران رو شما چطور تصویر میکنید؟ والا این سال خیلی سال کلیدی و اساسی است که باید پاسخ مشخصی بهش داد تا اونجایی که برمیگرده به, به کارشناسی که من خودم لیسانسش گرفتم اون چیزی که مهم هست بر اساس واقعیتهایی شکل میگیره که باید بهش توجه داشت ببینید نظامی که اصلا خودش ضد هنر بوده و هست و این همه استعدادهای مختلف رو سرکوب میکنه و نمیذاره بیان بالا جز کسانی که بهش ایمان دارند یا لابیاش هستند یا کسانی که در راستای حکومت قدم بر یا ترهی اجرا میکنند یا به عبارت هنر خودشون رو به فروش میذارند من فکر میکنم باید اینا متمایز بشه خیلی از کسانی هستند در ایران که شرایط بهشون اجازه نمیدی که خودشونو اونطوری که بایسته و شایستشون هست ارائه بدن و معرفی کنن این که در آینده ایران خیلی پارامترهایی وجود داره که باید اونا در درجه اول به وجود بیاد به عنوان الزامات کارهای اساسی و اصلی و بعد بتونن راهگشایی بکنن و راهگشا بشن برای هنرمندان عزیزی که چه جوان، چه میان سال و چه حتی کهان سال بتونن اینا باز رشد جدی خودشونو به وجود بیارن باید زمینه رو فراهم کرد که این در آینده بدون آخوندها ها صورت پذیر است بدون حاکمیت این حکومت ضد هنر و ضد ارزش خیلی از کسانی که الان دارن مشغول فعالیت های هنری هستند تو این موقعیت شما میدونید کسانی دارن پولهایی پارو میکنن پولهایی به دست میارند که بخش عمدش در دست خود سپاه هست اینها هر کدوم به صورت مشخصی قراردادهایی که با سپاه دارن با سپاه نکوت و سپاهی که این همه مردم رو آزار میده اذیت میکنه میکشه تمام دنیا رو به آتیش کشیده خب اینا میان با این سپاه کار میکنن اینها میان بخشی از این پول و یا درامتی که خب معلومه از کجا نشاد میگیره هر برنامه هر کانالی که میخواد به اصطلاح بیاد کنسرت هایی رو ارزیابی بکنه یا فرض کنین بخواد به وجود بیاره الزاماتش بسیار الزامات تعیین کننده و سنگی نیست که از عهده یک ارگانیزاسیون بزرگ ساخته است و اون هم از عهده کسانی برون میاد که اینا دشمنان مردم ایران هستند و اینو توجه ندارن یا دارن روشون رو برمیگردونن و این بسیار جای تاسفه ولی باید فراموش نکنن که همین آدمایی که امروز دارن به اصطلاح به عنوان هنرمند که متاسفانه خب خیلی هاشون اصلا شایستگی این نام رو ندارند میان و هر آنچه از دستشون برمیاد برای بودن ادامه این حکومت دست در دست حکومت میدن و هر آنچه از دستشون برمیاد برای این حکومت انجام میدن و اصلا بدون که کوچکترین توجهی به ماهیت کاری که میکنن انجام میدن داشته باشند مردم رو در چاله از چاه به چاله از چاله به چاه دیگر میندازن و این متاسفانه ناخوشاینده ولی از اونجایی که مردم ما امروزه خیلی خیلی بیشتر از حتی یک لحظه قبلشون فهمیدن درد کردن و مشخصا میدونن چه اتفاقاتی براشون رخ داده و بهای سنگینی براش پرداخت کردن تا به امروز دیگر از این به بعد حواسشون جمع هست و میتونن خوب تشخیص بدن که کی در کنارشون هست چه کسی هنرمند واقعی هست و چه کسانی براشون دل میسوزونن امیدوارم که هرچه زودتر بیشتر از اون چیزی که تا حالا روشن شده روشنتر بشه و مردم بتونن واقعیت ها رو تشخیص بدن بله امیدوارم همینطور که شما گفتید بشه در نهایت حقایق پشت پرده نخواهند بود و روزی آشکار خواهد شد همونطور که شما هم گفتید خیلی خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که تونستیم با شما صحبت کنیم شما به نکات و موضوعاتی اشاره کردید که خیلی آموزنده بود و در این گفتگو بیش از هر چیز من از متحد بودن شما به آرمان آزادی و آرزوی سعادت مردم ایران در میان کرامتون اونو احساس کردم و بسیار برام دلنشین بود. استاد شمس اما در آخر چون عید هستش در هر صورت عید رسوم خودش رو داره و ما هم نمیتونیم از عید دیدنی که با شما داشتیم با شما خدافزی کنیم بدون عیدی یا هدیه‌ای که شما ما بدید ما شما رو ترک کنیم و بریم و خلاصه با همه وظایف و مسئولیت هایی که برای سال آینده در پیش رو داریم در حال لطف کنید یک بهاریه یک عیدی هم به ما بدید که دیگه ما عیدیمون با شما و دیدنیمون تکمیل بشه خواهش میکنم من با کمال افتخار سعی میکنم یک قطعی که قطعی ناقابلی هست برای ملت عزیزم ملت ایران بنوازم البته این قطعی که الان میزنم همینطور یک قطعی است که از پیش از هم بهش فکر نکردم ولی به میخوام اینو بزنم به خاطر اینکه مردم ایران بدونن خیلی دوستشون دارم و بهشون افتخار میکنم و اون دورم هر زودتر در صحنه واقعی شادی ملت ایران بتونیم ارزنده ترین و شادافدین ترین آثار رو بهشون تقدیم کنیم زنده باشین زنده باشید براو خیلی هم قشنگ بود استاد شمس بسیار دلنشین بود شاد شدیم خوشحال شدیم از این قطعه هم که در انتها تقدیم بینندگان عزیز کردیم خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که ما دادید دیگه همینطوری فل بداهه بود دیگه زدم دیگه بله بله کاملا واضح بود بسیار هم قشنگ بود خیلی خیلی ممنونم بار دیگه تشکر به خاطر این فرصتی که به ما دادین و در آخر یک بار دیگه نوروز 1403 رو به شما تبریک میگم سالی پر از موفقیت براتون آرزو میکنم منم خیلی از لطف شما و همیهنان گرانقدرمون سپاس گذارم امیدوارم که سالی پر از قدرت پر از عظمت برای ملت ایران پر از شادی و پر از نشاد و سرفرازی باشه این ملتی که آرزوش آزادی هست مطمئنا به آرزوش خواهد رسید سالی پر از نعمت و برکت برای شما هم میهنان عزیزم آرزومندم شاد و پیروز باشید شما همچنین شاد و پیروز باشید موفق و سرفراز بیندگان عزیز گفتگوی بود با استاد محمد شمس که آما همراه بودند در این عید دیدنی در آغاز سال 1403 بار دیگر نوروزتون مبارک بودن.